ملت ایران هرگز فداکاری ها، ایثار و جانگذشتگی نیروهای مسلح در جریان جنگ خانمانسوز ایران عراق را از یاد نمی برند. عشق میهن و علاقه یکایکی افراد نیروهای مسلح، هم از ارتش، سپاه و بسیج، به آب و خاک ایران زمین و دلبستگی آنها در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور باعث آفرینش حماسه های ملی‌گرایی و وطن پرستی شد. خمینی و ایادی او بارها عشق به میهن و دلبستگی به ایران زمین را ملی‌گرایی و کفر دانستند و می گفتند که کشور اسلامی مرز ندارد. در روند این شعار ملایان حاکم میلیاردها میلیارد دلار سرمایه کشور را به گروه‌های تروریستی خود در عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و دیگر نقاط جهان ارسال می‌دارند و همراه با آن نیروهای مسلح ایران را نیز به آنجا اعزام می‌دارند که به نفع تروریست‌های اسلامی بجنگند و قربانی شوند. مردم ایران طی سال‌های اخیر با تظاهرات متعدد در شهرهای مختلف ثابت نمودند که این حکومت ضد ایران و ایرانی را نمی‌خواهند و خواستار نظامی مردم سالار و دموکرات هستند که بتواند آزادی قلم و اندیشه را در ایران اهورایی تضمین کند و کشور را در جهت پیشرفت رفاه و ترقی سوق دهد. شما فرزندان ایران زمین چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی و نیروهای امنیتی رسالتی جز حمایت از خواستهای ملت ایران ندارید. مطمئن باشید که ملت ایران شما پیوستگان به راه آزادی و نجات کشور را در روز پیروزی قیام ملی مورد ستایش قرار خواهد داد، ولی کسانی که همچنان در صفوف پلید نیروی اهریمنی ملایان قرار گیرند و بر علیه ملت ایران اقدام نمایند، آنها و خانوادهشان مورد خشم و عذاب ملت ایران قرار خواهد گرفت و در روند قیام سلحشور مردم به جان آمده نابود خواهند شد. نیروهای مسلح ایران، هسته های ملی مقاومت را در درون حکومت تشکیل دهید و افراد سرسپرده به استبداد و دیکتاتوری خامنه ای را شناسایی کنید تا به حساب آنها بعد از براندازی رسیده شود. هموطن ارتشی، سپاهی، بسیجی و نیروهای امنیتی ایران، با پیوستن به مردم و همبستگی با جنبش آزادی خانه و برانداز ملت ایران، قیام ملی را تقویت کنید. قیامی که تومار عمر حکومت دزد، جنایتکار ضد ایران و ایرانی و مستبد ولایت مطلقه فقیه را برای همیشه در هم خواهد شکست و به زباله‌دان تاریخ خواهد افکند. آینده ایران پیروز و سرفراز با ملت غیور ایران زمین.